سفر خواهیم کرد به سازمان ملل و مواضع ملت ایران رو درباره صبح امروز فرودگاه مهرآباد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد حالا او رکورددار سفر به آمریکاست قبل از او علی خامنه ای و محمد خاتمی به عنوان رؤسای جمهوری تنها سه بار به نیویورک رفته بودند این نهمین سفر احمدی نژاد به آمریکا در هشت سال گذشته است. سخنرانی های او در سازمان ملل همیشه جنجالی بوده. این بار گفته است سه ماه روی سخنرانیش کار کرده و دوازده بار متن آن را ویرایش کرده. 22 شهریور 84 دو ماه پس از آغاز ریاست جمهوریش به آمریکا آمد و از تغییر ساختار سازمان ملل گفت. 28 شهریور 85 احمدی نژاد که دوستان جدیدی در آمریکای جنوبی پیدا کرده بود ابتدا به ونزوئلا رفت سفر دوم او به نیویورک بیشتر تحت تاثیر اظهارات او درباره هولوکاست بود احمدی نژاد گفت جهان بدون اسرائیل امتر خواهد بود این اظهار نظر موجب واکنش جهانی علیه او شد یک مهر 86 پرهاشیه ترین سفر احمدی نژاد به نیویورک در سفر سوم بود درخواست او برای بازدید از محل حملات 11 سپتامبر از سوی مقامات شهر نیویورک رد شد بعد هم که در دانشگاه کلمبیا آزادی ها در ایران آزادی های واقعی و حقیقی است او گفت در ایران هم جنس نیست و آزادی کامل وجود دارد سه مهر 87 چهارمین سفر احمدی نجات هم با انتقاد او از اسرائیل همراه بود همزمان احمدی نجات خواستار سفر به کالیفرنیا شد که دولت آمریکا با این درخواست مخالفت کرد سی و یک شهریور 88 باز هم هولوکاست را رد کرد و باز سران دیگر کشورها سالن را به هنگام سخنرانی احمدی ترک کردند در سفرهای قبلی احمدی نژاد مخالفان او تجمع میکردند اما در سفر سال 88 نیویورک شاهد حضور هزاران ایرانی معترض بود آن هم درست سه ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 28 شهریور 89 هاچند چند قبلا احمدی نژاد خواستار دیدار از محل حادثه 11 سپتامبر و ادای احترام به قربانیان یعنی این حادثه شده بود اما در سفر ششم به نیویورک او واقعه 11 سپتامبر را زیر سوال برد و خواستار تشکیل هیئت حقیقت یاب برای آن شد 28 شهریور 90 احمدی نژاد در حالی به آمریکا وارد شد که ابتدای سال 90 هم برای شرکت در اجلاس خلع سلاح بین‌المللی به نیویورک رفته بود یک سال دو سفر این هم رکوردی برای او بود این سفر او همزمان با افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران شد اما احمدی نژاد در سازمان ملل باز از مدیریت بر جهان گفت یک مهر 91 تا ساعتی دیگر احمدی نژاد به نیویورک میرسد دو سال است که حامیان سابق او در ایران به منتقدانش تبدیل شدند همین امروز آنها لیست همراهان احمدی نژاد را منتشر و انتقاد کردند از اینکه احمدی نژاد برای دومین سال پیاپی پی خانواده و نزدیکانش را در یک سفر ظاهرا کاری همراه برده این آخرین سفر احمدی نژاد برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل در هشتمین سال ریاست جمهوری است. سال دیگر مهر یا شهریور فرقی ندارد ایران رئیس جمهوری دیگری دارد آرش شیش سیگارچی صدای این آمریکا